در خط مهمترین خبرها، ملاله یوسفزای: طالبان از زنان قدرتمند میترسند. آغاز درگیری‌های شدید در پنجشیر. خاصی رینا عملی از سازمان همکاری اسلامی به نام خداوند بخشنده مهربان. خوش آمدید به یکی از دیگر ویدیوهای کانال خبری ون اسمارت. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر ما، کانال خبری ما را سابسکرایب نمایید. اشت صبح می نویسد: ملاله یوسفزای: طالبان از زنان قدرتمند می ترسند. اشت صبح کابل: ملاله یوسفزای برنده جایزه نوبل و جوانترین مددکار اجتماعی پاکستان. از بسته بودن مکتب های دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. رسانه های پاکستانی امروز پنجشنبه 4 عمل گزارش دادند این فعال حقوق زن نگران شدید خود را از بسته بودن مکتب های دختران اعلام کرده و خواهان بازگشایی مکتب خواسته است. یوسفزای در توییت نوشته است: امید داشتم دختران که با پای پیاده و مکتب می رفتند به خانه بازگردند نشوند، اما حکومت سرپرست و وعده‌های خود عمل نکرده است. این برنده جایزه نوبل افزوده است: حکومت سرپرست همچنان به دنبال بهانه برای جلوگیری از یادگیری دختران خواهد بود، زیرا آنها از آنان تحصیل کرده و قدرتمند می ترسند. روز گذشته هنگامی که دختران پس از 8 ماه تحصیلی و مکتبهایشان برگشتند با دروازه های بسته صنف های درسی روبرو شدند. در عین حال با نقل از صفحات اجتماعی، صفحه منصوب به جبهه مقاومت ملی روی برگه فیسبوک خود می نویسد: فوری جنگ در چندین نقطه پنجشیر آغاز شد. در عین حال رینا امیری از سازمان همکاری اسلامی به حقوق بشر می خواهد توجه شود. 48 نشست سازمان همکاری اسلامی با تمرکز بر افغانستان در پاکستان در حال برگزاری است. اندپندنت فارسی می نویسد: رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای حقوق بشر و زنان افغانستان از اعضای نشست سازمان همکاری اسلامی که در اسلام آباد پاکستان برگزار شده است درخواست کرد که با حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان افغان بیشتر توجه داشته باشند. روز چهارشنبه 3 فروردین 23 مارچ امیری در توییت خطاب به اعضای این نشست نوشت: اعضای سازمان همکاری اسلامی که بر محوریت افغانستان در پاکستان برگزار شده است باید بر حقوق بشر و مشارکت زنان افغان در تمام عرصه ها تمرکز داشته باشد. با تشکر که تا آخرین ویدیو همراه من بودید، منتظر پیشنهادات و انتقالات سالم شما هستیم. امید داریم تا ویدیوهای ما را تماشا نموده لایک، کامنت و سابسکرایب نمایید تا ما بتوانیم بهترین ویدیوها از مهمترین واقعات روز را برای شما به نشر برسانیم. تا ویدیوی دیگر، بدرود.